معاون داستان کل کشور در امور فضای مجازی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به فعالیت غیرقانونی رسانه‌ای در ایران متهم کرده است. خورم آبادی گفته است اینستاگرام بر خلاف قانون اساسی صوت و تصویر فراگی را از انحصار صدا و سیما خارج کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش و همکارم شپال عباسی. با وجود شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام در ایران بسیاری از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به تبلیغ در این شبکه ها روی آورده و با این اتفاق صدا و سیما در فروش زمان برای تبلیغات کالا و خدمات و تأمین بخشی از منابع مالی با مشکل جدی روبرو شده. یکی دیگر از مشکلات صدا و سیما علا رغم صرف هزینه های سنگین تولید برنامه ریزش مخاطب به دلیل حضور شبکه های اجتماعی است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، مخاطبان سابق برنامه های صدا و سیما به دلیل تنوع شبکه های اجتماعی زمان خود را صرف استفاده از آنها می کنند. با این شرایط و پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای در ورزشگاه آزادی و اشارش به تاثیر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در ایران عبدالسمد خورم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با انتشار متنی ضمن متهم کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام به فعالیت غیرقانونی در ایران گفته اینستاگرام سال هاست مشغول تهاجم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی علیه نظام جمهوری اسلامی است. اتفاقا معتقدم که صدا سیما در قلمروی به خصوص در قلمروی سیاسی به طور سیستماتیک دروغ کنم که این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به طور زمینی به خارج شدن صوت و تصویر فراگیر از انحصار صدا و سیما توسط اینستاگرام در ایران اعتراف می کند. شورای عالی فضای مجازی پیشتر با مصوبه ای خواستار انتقال سرورهای اینستاگرام به ایران و دسترسی به پروفایل و اطلاعات کاربران ایرانی شده بود که با مخالفت مدیران این شبکه مجازی روبرو شد. شپویل عباسی صدای آمریکا